از اوقات اون آدم هایی رو که ما اسمشون رو میذاریم آدم های خوب، بنابرای وضعیت ارتباطی که با ما دارند به نظر خوب میان، یا بنابرای هنجاری که اجتماع تعیین میکنه خوب به نظر میان. مثلا مادری که به هیچ چیزی از خودش نمیرسه، به سلامتیش، به تغذیهش، به ظاهرش، به تفریحش، به مطالعهش اصلا رسیدگی نمیکنه، ولی همه وجودش رو در بس میذاره برای فرزندانش. اطرافیانی که این آدم رو میبینن میگن چه مادریه، چه خوبه نه؟ ولی طبق اصول سالم زیستن، این مادری که اینجوری خودش رو داره ندیده میگیره، باید با چی روبرو بشه؟ با ترمز روبرو بشه که یاد بگیره خودش هم هست، منم مهمم، در عین اینکه همه چیز دیگه، همه ابعاد زندگیمون مهمم، من هم مهمم. اینجا نگاه کنید، این آدمی که در قضاوت ظاهری مردم آدم خوب به نظر میاد، ولی طبق قانونمندی عالم اشکالاتی داره که بنا به اون اشکالات باید با چی روبرو بشه؟ با ترمز، برای اینکه رویه خودش رو تغییر بده. شاید معلم معنویش همون بچه‌هایی باشن که بی‌شائبه بهشون رسیده، یا پدر و مادری که هرگز به درخواست بچه‌هاشون پاسخ نه نمیدن، فرزندشون هر چی میخواد میگن باشه، پدر مادری که جواب منفی نمیده و فرزندش با نه روبرو نمیشه، به نظر شما این فرزند در طی زمان آدم طلبکاری نمیشه؟ پرتوقع نمیشه؟ بعد فکر نمیکنه اینا وظیفه‌شونه، منو به دنیا آوردن، باید هر چی میخوام بهم بدن؟ دقیقا همینطوره. همون بچه‌ای که حالا شده 20 ساله، شده 30 ساله و من مدام درخواستاشو جواب مثبت دادم، همون میشه مایه نگرانی، رنج و بی‌آبرویی من. بعد میگم من که آدم خوبی بودم، از همه زندگیم براش مایه گذاشتم، چرا این داره اینجوری با من میکنه؟ مگه من چیکار کردم؟ یک، بیش از اندازه بهش امکانات دادی. هر چیزی حد داره، حتی مصرف ویتامین اندازه داره. ویتامین خوبه، اما اگه بیش از حد استفاده بشه ما رو بیمار میکنه، درسته یا نه؟ زیادی ازش چیزی خواستی، ولی در ازای زندگی کردن تو این خونه ازش چیزی مطالبه نکردی، گیرنده شده ولی فاعل نیست، پس طلبکار میشه. بعدم چون بیکفایته، چون کاری انجام نداده، از دست تو عصبانی میشه وقتی تو زندگیش تو موقعیت سخت گیر میکنه و نمیتونه کاری کنه، بنابراین دنبال موقعیت هایی میگرده که با تو با عصبانیت برخورد کنه. کی میتونه بگه کی آدم خوبیه؟ آدم خوب یعنی چی؟ آدمی که طبق اصول زندگی کنه. کی گفته اگه ما یه جایی مهربونیم همه کارمون درسته؟ اگه قدرت نگفتن نداریم، درخواست کسی رو که از ما درخواست میکنه نه نمیتونیم بگیم، یعنی آدم خوبی هستیم؟ ما ناتوان در نگفتنیم، هر چی میخوان انجام میدیم، هر درخواستی داره میگیم باشه اشکال نداره، چون او و امثال او به من میگن آدم خوب، من شدم آدم خوب، نه من پر از مشکلم، باید اشکالات درونی من با ترمزهای بیرونی ادیت و اصلاح بشه.